برای خودش مسیر خودشو داره و اینکه شما نمیتونید حالا اونو متوقفش بکنید به خاطر اینکه خودش مالک بلاکچینش هست. اما توکن برعکس اینه، توکن میاد میره روی پلتفرم های دیگه مثل مثلا اتریوم، روی NXT میاد میره روی اونها قرار میگیره، روی این بلاکچین ها، و باعث شده که به عنوان مستأجر اونها شناخته میشه و در نهایت هم خدماتش رو همون داره میده. اما ظرفیتی که داره اینه که خیلی سریع میتونه توسعه پیدا بکنه، خیلی راحت همه میتونن ازش استفاده بکنن و چون اوپن سورس هم هست کمک کرده تا اینکه خیلی به قول معروف راحت باشه برای برنامه نویسا که یه قسمتی رو داره فقط اون موضوع پروژه خودش رو بهش اضافه میکنه و کمک کرده که توسعه این شبکه ها سریع انجام شه. این فرق کوین و توکن بود. آلت کوین ها هم عرض کردم که هر آن چیزی به غیر از بیت کوین میشه آلت کوین. بعد رفتیم سمت استیبل کوین ها. استیبل کوین ها کوین هایی بودن که به من انواع مختلفی داشت که حالا توی این انواع مختلف چهار مدلی که داشت، یکیش مربوط میشد پشتش پول فیات بود. توی این حالت به چه صورتی عمل میکرد؟ میگفتش که من معادل این یه دلاره اونور هم معادلش یک دلار اومدم پول کریپتو قرار دادم، پول فیات قرار دادم تا بتونم این موازنه رو برقرار کنم. یه اتهامی به این شرکت تتر وارد شده بود مبنی بر اینکه مثلا این معادلش رو نداره و خب یه بازرسی انجام شد، بعد دیدن که نه مشکلی نیست و در نهایت هم از خدماتش استفاده داریم میکنیم. قابلیت ویژه‌ای که داره این هستش که ما رو توی وضعیتی که میخوایم تا یه جایی سیو سود انجام بدیم خیلی کمک میکنه، به خاطر اینکه خیلی دیگه احتیاج نیست که مثلا چند بار اکسچنج بدم. من میام پولم رو برمیدارم، وارد یه اکسچنج میشم، بیت کوین خریدم تا یه جایی بالا میره، میتونم ببرم توی یه صرافی دیگه به یه چیز دیگه تبدیلش بکنم و در نهایت بیارمش چیکار کنم، بیارم ازش استفاده بکنم، به تتر تبدیلش بکنم و تتر رو مثلا بیارم تو ایران تتر رو بفروشم. و خب این جذابیتیه که میتونه برای همه ماها وجود داشته باشه، چون گین خوبی هم از این وسط میشه گرفت. خب بعد از اون رفتیم سراغ وچرها. وچرها انواع مختلفی داشت. دو نمونه بسیار بسیار معروف این وچر عرض شود پرفکت مانیه، یکی هم وب مانیه. خب یه قسمتی رو ما داریم توی سرفصل این دوره که در مورد این دوتا وچر ما با هم صحبت خواهیم کرد و گفتیم که اینا اون داستانه تحریم رو ندارن، توی زمین های مختلفی ازش استفاده میشه، یکی از راه های خرید بیت کوین هست و تبدیل پول به حالا فروش بیت کوین یا سایر ارزها به این خدمتون ارشد استیبل به این وچر. و وچرها توی پلتفرم خودشون از این قابلیت برخوردار هستن که یه درصد سودی به شما پرداخت بکنه. توی پرفکت مانی شما سفر رو میتونید، حتی مثلا انقدر با ایرانی ها کار کرده که سفر رو به زبان فارسی تبدیل کرده. روی پارتنرهاش هم که میرید میبینید که یه تعدادی هستن که خدمتتون عرض شود اینا میتونن پول شما رو تبدیل بکنن به پولتون رو تبدیل بکنن، یعنی پرفکت مانی که دارین رو تبدیل کنن به ریال و برای شما به صورت شتابی به حسابتون واریز بکنن. خب من هی اینا رو توضیح دادم که امیدوار بودم که این فایل اصلی رو باز میکنم این مشکل نداشته باشه، ولی همچنان میبینیم این قصه وجود داره. متاسفانه نمیدونم چرا باید اینجوری بشه. ببخشید، من از شما عذرخواهی میکنم. مطمئنا این تایم اینجوری که از بین میره رو من جای دیگه برای شما جبران خواهم کرد، اما اول ببینیم چجوری میتونیم حلش بکنیم. دوستان یه چیزی نوشتن من ببینم چی، من تو فایل رو تو واتس آپ براتون فرستادم.
آره نه، من این فایلی که درست کردم نمیدونم چرا به این صورت داره فونت ها رو به هم ریخته نشون میده. خب دوستان ببخشید، من مجبورم که یک لحظه کامپیوترم ریستارت بکنم، چون هم سرعت کامپیوتر من وحشتناک اومده پایین و این مشکل رو برخورد کردم. یه چند دقیقه طول میکشه که دوباره من برگردم به شما اضافه شم. عذرخواهی میکنم.